در مسابقات المپیک امسال فقط 3 ورزشکار افغان شرکت خواهند کرد. کیمیا یوسفی، بانوی 20 ساله افغان زاده ایران، قرار است در مسابقات دوئل شرکت کند. کیمیا در مهاجرت با خانواده‌اش در ایران از تلاش برای رسیدن به رویای ورزشیش دست نکشید. من ورزش میکردم ولی حق اشتراک توی مسابقه تیم اینا نداشتم. و اگر علاقه من می بودم خب مسلما حق اشتراک توی تیما یا تمرین کردن نداشتم. استعداد کیمیا در رشته دوش در 7 سالگی در مسابقات دولتی در میان ورزشکاران زن شناخته شد. تا 3 سال گذشته با وجود اینکه باید درس هم می خواند، کیمیا آمادگی مسابقات دوش را گرفته است. این رشته سختیه. بعد کم کم که رکورد زدم فهمیدم که استعداد دارم، میتونم که بهتر از این باشم، علاقه من شدم به این رشته و حالا کم کم رویایم در حقیقت تبدیل میشه. یوسفی در اواخر سال 2015 من حیث نخستین بانوی ورزشکار افغان در رشته دوش توان با پرش و پرتاب در مسابقات جنوب آسیا در هند شرکت کرد، اما مدال به دست نیاورد. اکنون وای به حیث نماینده افغانستان در مسابقات المپیک شرکت میکند. خب المپیک همه قهرمانه جهان، من نمیشه معرف از مدال بزنم. ما با 3 سال کار که کردم، 3 سال تمرین که کردم، امیدوارم بتونم یک رکورد خوب رو ثبت کنم. توقع زیاد وجود داشت که حداقل ورزشکاران افغان در رشته های همچون تکواندو و تیم بایسکل رانی بانوان با مسابقات ریو راه پیدا کنند، اما به سبب نهادهای دوگانه المپیک در افغانستان آنان نتوانستند واجد شرایط شناخته شوند. مشکلی بسیار بزرگی که آله بر ما پیدا شده، همه قسم در 14 رشته ورزشی دو فدراسیون داریم، یعنی فدراسیون های موازی داریم که بزرگ، این مشکل بسیار بسیار بزرگ برای ما ورزشکارا خلق کرده. کیمیا یوسفی زمانی که شنید وای از طرف المپیک افغانستان حامل بیرق کشورش در مسابقات ریو خواهد بود، اظهار خرسندی کرد که دوباره به کشورش تعلق پیدا کرده است. خب من و ایران تمرین میکردم، از همون اول ورزشکار افغانستان بودم دیگه، بالاخره یک روز بعد به کشورم میامدم مسابقه میدادم. مسابقات المپیک ریو از تاریخ 5 آگست الی 21 آگست بین تعداد بی سابقه کشورها و در تعداد بی سابقه رشته های ورزشی برگزار خواهد شد. قرار است حدود 10500 ورزشکار در این مسابقات شرکت نمایند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.